مهندس علی رضا الفت، کارشناس اقتصاد و حوزه شبکه و ارتباطات از تهران با ما هم هستند. جناب آقای مهندس، سلام عرض ادب. سلام عرض با خدمت شما، خدمت بینندگان محترم، در خدمتتون هستم. بزرگوارین آقای مهندس، گزارش رو با هم دیدیم. دلیل پایین اومدن سطح سران شرکت کننده در این اجلاس داووس چی میباشه؟ من اگر بخوام این رو بازش بکنم، باید ما یه رجوعی بکنیم به گذشته و اینکه اصلا داووس چگونه تشکیل شد و به یک مجموعه در اتحادیه اروپا تشکیل شد در سال 1971 که خب در داووس سوئیس هم جلساتش برگزار شدش. هدف این مجموعه بهبود اقتصادی در جهان بودش، با یک ارکانی که در اونجا رهبران و مدیران شرکت‌های دولتی و صاحبان سهام‌ها بودند و بیشتر مبتنی بر نظام سرمایه‌داری بودش، و این هم در زمان تشکیلش هم و در طول دوره برگزاریش هم همواره مورد انتقاد دیدگاه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی بوده و اون رو به عنوان یک تقویت حوزه کاپیتالیست تلقی میکردن. این اجلاس در ابتدای تشکیلش افراد سیاسی درش حضور نداشتند و احساس نمیشدش که اونها هم باید در حوزه اقتصاد وارد بشن. اون هم به دلیل این بودش که دیدگاه خب مارکسیستی ما داریم در اونجا که به هر حال اقتصاد سیاست توفیلی اقتصاد هستش، اما جنگ یوم کیپور و به هم خوردن اون نظام مدیریت پولی ورتونبوز در سال 1972 باعث شدش که سیاستمدارا رو هم به عنوان یکی از اعضا در این به عبارت مجمع اقتصاد در نظر بگیرن. سال 1978 هم فکر میکنم این به مجمع جهانی اقتصاد تغییر نام پیدا کرد. خب چیزهایی که مطرح شده در ادوار مختلف در این مجمع اقتصاد جهانی تأثیر بسزایی در اون چیزی که مردم احساس میکردن یا نظام‌های جهانی در مورد اون تصمیم سازی میکردن خیلی دیده نشدش. 1978 به مجمع جهانی اقتصاد تغییر نام پیدا کرد، خب تأثیر گسترده این تأثیرش رو در اون سال گذاشت. اولین صحبت‌هایی که در مورد اتحاد آلمان شرقی و غربی مطرح شد در این مجمع بود و مطرح شد، و در سال 1994 هم با توجه به اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه افتاد، یاسر عرفات و شیمون پرز کسانی بودند که در اون شرکت کردن و صحبت کردن. از اونجا به بعد اتفاق خاصی در کنفرانس داووس اتفاق نیفتاد و تاثیرات اون هم دیده نشدش. امروز روز کمتر کسی به تأثیرات افسانه‌ای کنفرانس داووس اعتقاد داره و اون اصلا باور هم نمی کنن. سال 2023 هم که حالا به عنوان یه سال تأثیرگذار میشه حالا در نظر گرفتش، اونجا سخنرانی چیانگ به عنوان رئیس جمهور چین خیلی سنجیده و ارزشمند بودش و تونستش یه سری دیدگاه‌ها رو در اونجا تغییر بده. اما ما بعد از اون دیدیم که اتفاقاتی افتادش در سطح جهان و جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین وقتی شدت گرفت، این کنفرانس داووس خروجی مؤثری نداشت. در دو حوزه الان کنفرانس داووس داره تأثیر میذاره بر عبارت تصمیم گیری ها اینها. یکی در حوزه کارشناسی هستش که خب میزه گردها که در کنار خود کنفرانس برگزار میشه، و یکی هم در حوزه سیاست گذاری که میبینیم حالا طبق گفته ای که در گزارش هم که علی اکبری داشتن، حضور سیاستمداران که همونجور که عرض کردم در سال 1972 بعد از جنگ یوم کیپور اصالت سیاست رو بر اقتصاد اثبات کردش و یک نظام پولی رو که شرق و غرب داشتن بر اساس اون بخش خصوصی دولتی عمل می‌کردند و به هم ریخت، اونجا کمتر احساس کردن اقتصاددان‌ها، و بیشتر خروجی داووس منجر شدش به یک سری تحلیل‌های اقتصادی که در حوزه تحلیلگران و به صورت علمی کار بود داشته. از این رو سیاستمداران حضورشون کمرنگ تر کردن و امسال هم که خب میبینیم در سال 2024 عملا فرد مؤثری در اینجا صحبت نخواهد داشت. بله آقای الفت، همطور که شما هم اشاره کردین با توجه به این کاهش سطح، آیا حضور سران و مقام ها و کارشناسان فعلی میتونه تاثیرگذاری این نهاد را تداوم ببخشه؟ ببینید امسال هم ما مجددا فرض کنید شما مثل همون سال 1972
جنگ یوم کیپور در موقعیت خیلی خاصی قرار گرفتیم. خب جنگ اوکراین، حمله روسیه به اوکراین و مسائلی که داره در منطقه اتفاق میفته، در منطقه خاورمیانه و هر روز داره گسترش وسیع‌تر میشه، حساسیت‌های بزرگی رو ایجاد کرده. علل خصوص باز همون تو گزارش های علی اکبری بودش، ظهور AI و تحلیل‌های انبوه و با سرعت بالایی که بر اساس نظام‌های تکنیکال اقتصادی داره به عبارتی تأثیرش رو بر اقتصاد میذاره، اینها نگرانی بسیار زیاد ایجاد کرده. اطلاعات نادرستی میتونه در حوزه AI با توجه به مجدداً عرض میکنم تمایل سرمایه گذاران به تحلیل تکنیکال بیاد در اقتصاد جهان تأثیر بذاره، بسیار نگران کننده هستش. و مسائل زیست محیطی هم که همواره بوده و خب جنبه مهمی رو نمیشه در اینجا مطرح کردش، ولی سه مقوله که عرض کردم قسمتتون، تهاجم روسیه و اوکراین، جنگ خاورمیانه با گستره در حال توسعهش و ظهور هوش مصنوعی در دادن اطلاعاتی که حالا احتمال میدن نادرست هستش، حساسیت زیادی رو دارن. امسال میتونه سال مناسبی برای مجمع جهانی اقتصاد باشه. بله آقای مهندس، فی المجموع آیا داووس نهاد تاثیرگذاری در خصوص بحران‌های بین‌المللی میتونه باشه و یا تاثیر آن فقط بر بخشی از مسائل خواهد بود؟ بفرمایید. یک دقیقه آقای مهندس. بله، عرض کردم خدمتتون که امروز روز با توجه به جریان برگزاری مجمع جهانی اقتصاد، عرض کردم که با همین جمله کمتر کسی باور داره به این که اصلا اتفاقات خیلی خاصی در اونجا میفته، حالا به صورت علنی، نیمه علنی، به صورت سری، و تأثیرات اقتصادی اونها رو بیشتر سیاستمدارها دارن میذارن. همون اصالت سیاست بر اقتصاد رو گفتم. ببینید، حکومت‌های توتالیته در جهان دارن رشد پیدا میکنن، حتی ما در یک کشوری مثل آمریکا هم داریم تاثیرگذاری و گوش نکردن به حرف مردم عملا میبینیم. دموکراسی در رده دوم قرار گرفته و سرمایه‌داری داره در دست افرادی میفته که میخوان تصمیمات خودشون رو بر مردم تعمیل بکنن. بنابراین کسی باور نداره که تصمیمات در حوزه مجمع جهانی اقتصاد بتواند تأثیری بذاره بر اقتصاد دنیا و حتی مورد استفاده قرار بگیره برای تصمیم‌گیری‌های بعدی.